پا می کشم از کوچت با شرم ساری، یعنی ندارم دیگر اینجا اعتباری، یعنی که سر از دوش دیوارت بگیرم، یعنی غروب روزهای همجواری. یعنی نمی خواهم دوباره بشنوم که طرزه عاشق شدن را هم نداری، با این همه دلا به دستت می سپارم، شرمنده ام ناقابل است یادگاری. من چند کوچه آن طرفتر می نشینم، شاید بیایی باز روزی روزگاری. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. با همه وجود سلام و عرض ادب میخوام خدمت همه بیننده های عزیز، دوستای خوب برنامه راه ما. امیدوارم هر جای کره خاکی هستید سالم و سلامت باشید. من هم سلام عرض میکنم به شما عزیزان، انشالله که طاعات و عباداتتون مرضی رضای حضرت قرار گرفته باشه. چه خبرها ماه رمضان تو جایی که شما هستید؟ چجوره؟ چه حال و هوایی داره؟ مردم چه کاری انجام میدن؟ خیلی خوبه که بتونیم از آداب و رسوم شهرها و کشورهای مختلف توی ماه باخبر بشیم. یکی از چیزهای جذابی که توی ماه هست سفره‌های رنگین افطاری هر شهره. خیلی جاها غذا و شیرینی‌های خاصی رو برای این ماه دارن. خوب آدم بعضیاشو یاد بگیره و استفاده کنه. البته با همه این احوال هر چیزی تو جای خودش قشنگه و هر غذایی تو شهر خودش مزه میده. خدا ان شاءالله به حق صاحب این ماه سفره همه شیعیان مولا رو پر برکت کنه و نباشه کسی که سر سفره افطار و سحر شرمنده زن و بچه‌اش بشه. دم اونای گرم که هوای فقرا رو دارن و خیرشون به بقیه میرسه. خدایش خوب نیست ما که ادعا میکنیم مولا رو دوست داریم، سفره‌هامون رنگین باشه، اما چند تا خونه یا کوچه این ورتر اون ورتر کسی محتاج نون شبش باشه. متاسفانه ما قدردان این همه نعمتایی که دور و برمون هست نیستیم. یکی از این نعمت‌ها سلامت و عافیته. برای مثال خود من تا وقتی که مریض نشم قدر سلامتیمو نمیدونم، مثل ماهی تا وقتی که تو آب نمیفهمه زندگیش به همین آب وابسته است. وقتی به این بیمارستان یه سری بزنی، وقتی ببینی چه هزینه‌های سنگینی برای درمان بیماریاشون مردم صرف میکنن، اون وقت قدر سلامتیو بهتر آدم میدونه. وقتی ببینی یه پدر، یه مادر یا یه همسر با یه حال آشفته دنبال آمپول برای مریضشه، به این در اون در میزنه پول یه دارو رو جور بکنه تا عزیز دلش زنده بمونه، اون وقتی که برای سلامتیت خدا رو شکر میکنی، اونجاست که وظیفت دستاتو بیاری بالا و بگی خدایا به حق بیمار کربلا آقا امام سجاد علیه السلام همه مریضای شیعه رو شفا عنایت بفرما. الهی آمین. حالا وقتش یه سری بزنیم به تقویم و حوادث مهمی که تو این روز اتفاق افتاده رو ببینیم. امروز نهم ماه مبارک رمضان مصادف با میلاد حضرت یحیی است. حضرت یحیی پسر حضرت زکریا و از پیامبران بنی اسرائیل بوده و در قرآن کریم به نبوتش تصریح شده. حضرت زکریا علیه السلام وقتی به سن پیری رسیدن و چون فرزندی نداشتن و بیم اون میرفت که نبوت قطع بشه، از خداوند درخواست کردن که فرزندی بهشون عطا کنه تا وارث او و وارث آل یعقوب باشه. خداوند نیز حضرت یحیی علیه السلام بهشون ارزانی کرد. در احادیث آمده است که حضرت یحیی در 3 سالگی به مقام نبوت نائل شد و در 5 سالگی در جمع بنی اسرائیل سخن گفت و آنها را موعظه کرد. از امتیازات حضرت یحیی این بود که خداوند او را به عنوان تصدیق کننده نبوت حضرت مسیح و به عنوان رهبر و بسیار عفیف و پرهیزگار و پیامبری از صالحان معرفی میکنه. از عبادت و زهد و دنیا گریزی و گریه های حضرت یحیی احادیث فراوانی به دست ما رسیده. با این مقدمه دعوتتون میکنم تا به مستندی که در مورد مرقد این پیامبر بزرگوار در مسجد جامع اموی تهیه شده توجه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به بینندگان عزیز و ارجمند و گرامی، برنامه امروز ما درباره یکی از پیغمبرای الهی است. حضرت یحیی علیه السلام از پیامبران الهی است که بر بنی اسرائیل مبعوث گردید. نام آن حضرت در قرآن کریم 5 بار آمده است. حضرت یحیی علیه السلام فرزند حضرت زکریای پیغمبر است. حضرت زکریا علیه السلام و همسرش الیزابت در کهنسالی به معجزه صاحب فرزندی شدند و او را یحیی علیه السلام نامیدند.
تاریخ ولادت آن حضرت 6 ماه قبل از میلاد فرخنده مسیح علیه السلام بود. حضرت یحیی در گهواره سخن می گفت و در طفولیت به مقام پیامبری رسید. درباره این موضوع که حضرت یحیی علیه السلام در چه مکانی مدفون شده اختلاف است، اما مشهورترین مزار منصوب به آن حضرت در مسجد جامع اموی دمشق قرار دارد. این عمارت که قدمتی چند هزار ساله دارد قبلا کلیسا بوده و پس از تسلط مسلمانان بر نواحی شام به مسجد تبدیل شد. ذریح حضرت یحیی علیه السلام در قسمت مسقف مسجد در سمت چپ محراب واقع شده است. این مزار مطهر نیز دارای تاریخی کهن می باشد. ابن جبیر اندلسی در سفرنامه اش در سال 580 قمری مزار حضرت یحیی را اینگونه شرح داده است: در مسجد اموی مشهد سر یحیی بن زکریا است و بر آن تابوتی چوبین بین ستون هاست و بر فراز آن قندیلی است که گویا بلوری مجوف و همچون قدح بزرگی به نظر می رسد. ابن بطوطه متوفای 779 قمری نیز در سفرنامه اش پس از توصیف مسجد اموی چنین آورده است: در وسط مسجد اموی قبر یحیی بن زکریا است و بر روی آن تابوتی بین دو ستون قرار گرفته و با پارچه حریر سیاه پوشانده شده و به خط سفید بر آن نوشتند یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی. گفته می شود که در این محل بدن مطهر حضرت یحیی علیه السلام به خاک سپرده شده و سر آن پیامبر شهید در مسجدی در یکی از محله های قدیمی دمشق مدفون است. شما را به دیدن ادامه برنامه دعوت می کنم. یا علی مدد. مستند جامع قشنگی بود که دوست عزیزم آقا رضای حبیب‌زاده تهیه کرده بودم. وقتی که مستند رو می‌دیدیم یه لحظه شباهتایی که بین حضرت سیدالشهدا علیه السلام و جناب یحیی بن زکریا وجود داره تو ذهن اومد که یه سریاش رو دوستم خدمتتون عرض کنم. مدت حمل هر دو 6 ماه بوده. هیچ کدام از شیر مادر نخوردن. حضرت یحیی با آسمان برده شد، از نهرهای بهشت تناول کرد و حضرت سیدالشهدا علیه السلام از عرش عظیم یعنی با مکیدن زبان رسول الله صلی الله علیه و آله تغذیه میکرد. قاتلین هر دوشون زنازاده بودن. زمین و آسمان برایشون گریستند، بلکه خون گریه کردن. بعد از شهادت سر هر دو تکلم نمود. سر حضرت یحیی و پادشاه گفت از خدا بترس و سر مبارک آقا سیدالشهدا علیه السلام مکرر قرآن میخوند. حضرت زین العابدین علیه السلام می‌فرمایند ما همراه امام حسین علیه السلام به سوی کربلا بیرون آمدیم. امام در هر مکانی وارد می‌شدند یا از آن کوچ می‌کردند یادی از حضرت یحیی و قتل او می‌نمودند و می‌فرمودند در بی‌ارزشی دنیا نزد خدا همین بس که سر یحیی بن زکریا را به عنوان هدیه به سوی فرد بی‌عفتی از بی‌عفت‌های بنی اسرائیل بردند. صلی الله علیه یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. حضرت سیدالشهدا علیه السلام همونجور که بارها توی روضه‌ها و مساجد و تکیه‌ها شنیدید فرمودن که برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کردن. همونطور که میدونید با حفظ معنی ظاهر امر به معروف و نهی منکر که همونیه که به ذهن متبادره که خب گناه نکنیم و کارهای خوب انجام بدیم، باطن این امر هم هست که خیلی مهمتر از ظاهرمونه و اون امر به ولایت الهی حضرت امیر علیه السلام و نهی از قاصبان ولایت و یزید و یزیدیانه. با این مقدمه دعوتتون میکنم به صحبت‌های آقای عرجی در روی نهی از منکر توجه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. نهی از منکر. جلسه قبل پیرامون امر به معروف صحبت کردیم. این جلسه میخواییم در مورد نهی از منکر صحبت کنیم. نهی از منکر چیه؟ نهی از منکر یعنی بازدارندگی از کار زشت، کاری که توش گناه هست، معصیت هست، کاری است که خلاف شرع، خلاف قوانین انسانیت. بهش میگن نهی از منکر.
تا جامعه توش امر به معروف و نهی از منکر صورت نگیره، اون جامعه اصلاح نمیشه. جامعه همواره نیاز داره و افراد نیاز دارن که نهی از منکر بشن، هم نیاز دارن، چون تا زمانی که انسان جایز الخطاست نیاز به نهی از منکر داری. نهی از منکر اینجور نیست که فقط آدم خوبا باید آدم بدا رو نهی از منکر کنه، نه، حتی آدم خوبا هم باید نهی از منکر. در جاهای انسان خطا میکنه، خطا رو باید جلوشو گرفت، حالا هر کسی که میخواد باشه. منتها انسانهای خوب خطای خودشونو میپذیرن، شروع به اصلاحش میکنن، که اکثریت انسانها همینن. 90% خطاها و گناهها از روی غفلت صورت میگیره. حالا یه درصدی هم هستن که علیعذ بالله اینا طغیانگرن، سرکشن، میدونه گناهه ولی انجام میده، میدونه کار زشته انجام میده، اما خیلی هستن واقعا نمیدونن. ولذا اکثریت ما متاسفانه شدیم بی تفاوت، در عصر امروزی شدیم بی تفاوت. هر کی خطا میکنه یا گناه میکنه فکر میکنیم این طغیانگره، این داره از روی سرکشی میکنه. نه، اکثریت ما از روی جهل و نادانی. خب نهی از منکر روش ها هم داره، گاهی وقتا بعضی موارد خودمون مقصریم، درست بلد نیستیم نهی از منکر کنیم. نهی از منکر مدارا میخواد، با حوصله میخواد، با ادب میخواد. در سفارش هم شده که اگه نهی از منکر میخواد بکنید با ادب و با نزاکت بکن. یه روزی امام موسی کاظم علیه السلام تو کوچه های بغداد داشت حرکت میکرد، از جلوی یه خونه رد شد. این خونه برای شخصی به نام بشر حافی، ساز و آواز و دهل و موسیقی ها از خونش بلند بود. امام موسی کاظم به در خونه ایشون که رسید، یه کنیزی در خونه رو وا کرد، یه خاکروبه دستش بود و خاکا رو ریخت کنار. امام موسی کاظم علیه السلام بهش گفتش که صاحب این خونه بنده است یا آزاد؟ کنیز متوجه نشد، گفتش که آقا آزاده. فرمود راست گفتی، اگر بنده بود دست به این گناه نمیزد، آزاده، بنده نیست. کنیز رفت و بشر حافی سر سفره شراب نشسته بود. گفتش که کنیز چرا معطل کردی؟ گفت امام موسی کاظم داشت رد میشد، از من یه سوالی کرد، منم اینجوری جوابش دادم. بشر همون لحظه بیناش فهمید که چه اشتباهی داره میکنه، پا برهنه دوید تو کوچه، رفت سمت امام موسی کاظم، به دست پای امام موسی کاظم علیه السلام افتاد که آقا ببخشید اشتباه کردم، شیطان گولم زد، نفهمیدم. ببین امام چقدر زیبا نهی از منکر میکنه با یه جمله ساده، فرمود که بنده است یا آزاده. باید جامعه ما به سمتی بره، به سمتی سوق پیدا بکنه که تحمل گناه برایش سخت باشه. اگر جامعه ما نهی از منکر و امر به معروف درست روش اجرا شد، به یه جامعه ای میرسه که تحمل گناه برایش سخت. مثال بزنم، مثل مسجد. ببینید تو مسجد کسی جرئت نمیکنه به این فکر بیفته که علیعذ بالله با سگ وارد مسجد بشه یا با کفش وارد مسجد بشه. چرا؟ چون جامعه مسجد قبول نمی کنه یک چنین اشخاصی رو، باهاش بلا فاصله برخورد میکنه. اگر جامعه ما به اون سمت حرکت کرد که امر به معروف و نهی از منکر درست توش اجرا شد و دیگه تحمل گناه نداشت، اون چند درصدی هم که طغیانگران و سرکشن دیگه به فکر گناه در جامعه نمی افتن، به فکر این نمی افتن که بیان قبح گناه رو در جامعه بشکنن و یک چیز عادی در جامعه انجام بدن. ما باید همواره سعی و تلاشمون این باشه که جلوی گناه رو بگیریم. در روایت هم داریم اگر میخواید امر منو نظمان کر بکنید، زبانن، گفتارن، عملن، اگر نمیتونید لااقل قلبن راضی به انجام اون نباشید، که کمترینش همین. انشالله به حق محمد و آل محمد همه اون از پیروان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، تشکر میکنم از دوستان برای این برنامه زیبایی که تهیه کرده بودن. بحث امر به معروف و نهی از منکر یه عمل بسیار مهمه. از اونجای این مطلب میگم که هر کدوم از زیارتنامه اهل بیت رو که بررسی بکنید
می‌بینید که توی یکی از ترازوی اون خطاب به اهل بیت شده که شما به حق امر به معروف و نهی از منکر رو انجام دادید. یه جای دیگه هم هست توی زیارت جامعه قربون آقا امام هادی علیه السلام برم با این زیارت قشنگیشون که می‌فرمایند که خطاب به اهل بیت میگه که المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم عنه، یعنی معروف اون چیزی که شما بهش امر بکنی و منکر اون چیزی که شما نهی بکنی اون رو. اسم زیارت جامعه رو آوردی، یاد فرازای این زیارت افتادم که واقعا پرمعنا و پرمفهومه و یه درس دینشناسی و اعتقادی برای همه محبین مولاست و شاید بشه گفت یکی از مهمترین فرازای اون این فرازه که حضرت فرمود که حق با شماست و در کنار شماست و همیشه همراه شماست و هر کس از شما جلو افتاد هلاک شد و هر کس از شما عقب افتاد هلاک شد و تنها کسی به سرمنزل مقصود خواهد رسید که ملازم شما باشه و با شما حرکت کنه. از این فراز زیارت مقدس جامعه کبیره ما اینو باید بفهمیم که همه جا باید پشت سر حضرات معصومین علیه السلام حرکت کنیم. یه موقع خدای نکرده یه جای خودمون تز ندیم، از خودمون نظر ندیم. برای نمونه میشه به این مکتبای عرفانی دروغینه که جدیدن زیاد شده و مریدای زیادی هم گاهن دورشون جمع میشن و برای خودشون اذکار و وردای دارن که مندراریه و فکر میکنن که به جایی میرسونتشون. بله، فقط باید ما پیرو به روایات و احادیث که خود اهل بیت علیهم السلام باشه. ذکری که اهل بیت گفتن ما هم باید همونو بگیم، نمازی که اهل بیت گفتن اونو باید بخونیم، بقیه اینا دیگه به قولی پوچ و تو خالی و هیچ فایده ای هم نداره و بعض جا خطرناک میشه، ما رو از اهل بیت خیلی دور میکنه. و فقط ما رفقا باید چنگ بزنیم دامن اهل بیت مخصوصا سیدالشهدا علیه السلام رو بگیریم. به قول شاعر خدا انشاءالله در رو گوهر بباره تو دهن اون شاعری که این شعر زیبا رو گفت، میگه مرا به جز حسین ملجا و پناهی نیست، در این عقیده یقین دارم اشتباهی نیست، ره نجات حسین است و دوستی حسین، به سوی حق جز این طریق راهی نیست. بریم آقا صالح و برنامش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دوستان همراهان این برنامه. طبق معمول شبهای این ماه مبارک در خدمتون بودیم با بیان و ترجمه یکی از آیات مبارکه قرآن کریم و بیان نکاتی در رابطه با آیات قرآن کریم. امیدواریم که با تأمل در آیات قرآن کریم بتونیم راه سعادت رو در حقیقت در پیش بگیریم. خداوند عالم و آگاه به تمام مسائل پنهانی است، تمام غیب ها در نزد خدا آشکار و واضح است، چه شما اون غیب رو پنهان کنید چه اون غیب رو آشکار کنید. خب خداوند عالم غیب هست، مشخصه که در این دنیا یه سری مسائل پنهانی است و یک سری مسائل روشن و عیان هست. اما اون آیه چی رو میخواد به ما بیان کنه؟ یکی از نکاتی که میشه از دل این آیه در حقیقت استخراج کرد و فهمید مطالبی که انسان داره در رابطش با خدا چجوری تعامل میکنه. اگر شما چیزی رو پنهان کنید نخواهید خدا بفهمه، آیا هم چیزی واقعا امکان داره اتفاق بیفته؟ یه داستان معروفی هست که همه شنیدن، اون شخصی که استاد و معلمش به اون کلاس گفت که شما برید و یه کبوتری رو در جایی که هیچ کس نبینه سر ببرید. تمام کلاس رفتن و خلاصه جایی رو پیدا کردن که به ظاهر کسی اونها رو نمیدید، فقط یک نفر که در حقیقت مثلا بهترین شاگرد و زرنگترین شاگرد این معلم بود کبوتری آورد که سر نبرده بود و بیان کرد که من جایی رو پیدا نکردم که در حقیقت اونجا رو خالی از وجود خدا بدونم. اگر ما در تمام لحظات زندگیمون خدا رو اینجوری ناظر و حاضر در اعمال و رفتارمون بدونیم دیگه فرقی نمیکنه، در خلوتمون، در پنهانی هامون، در زاویه های در حقیقت رفت و آمدمون تو اینترنت و تو در حقیقت فضای مجازی و یا در مسائلی که روشن و واضح هست در دیدگاه هم از یه فرقی برای ما نمی کنه، چون اون رو حاضر می دونیم، اون رو ناظر. عالم الغیب من اسر، هر کس که پنهان کرد و من جهره به هر کس که اون رو
روشن کرد. اما نکته دیگه ای که توی این آیه مهم هست و میشه از این آیه بهره برد و استفاده کرد این که خدا به پنهانی ها هم آگاهه. یه سری کارها رو به ما سفارش شده که این کارها رو به صورت پنهانی انجام بدیم، به صورت در حقیقت غیر علنی غیر آشکار. من جمله اونها دعا کردن. در تو با دعا کردن خب آیات و روایات فراوانی بیان شده و نقل شده. آیا دعا کردن رو ما فریاد بزنیم و داد بزنیم یا اینکه نه دعا کردن رو در خلوت و پنهانی خودمون انجام بدیم؟ روایتی از امام صادق علیه السلام هست که به همین مطلب اشاره داره. دعوت العبد دعوت واحدة سرا تعدل 70 دعوت علانیه. اگر بنده یک دعایی رو در خلوت و پنهانی با خدای خودش انجام بده، یعنی بین خودش باشه و خدای خودش، فقط خودش از این دعا مطلع باشه با خدا، بشینه راز و نیاز کنه با خدا برای خودش، برای دل خودش و برای خدا فقط، این معادل هست با 70 دعایی که او رو در جمع انجام میده. 70 دعایی رو که در ملأ دعا کردن در جمع اشکالی نداره، خیلی هم خوبه، ولی دعایی در حقیقت در سر، دعایی در خلوت دل، خود انسان خودش با خدای خودش راز و نیاز کنه، صحبت کنه، نجوا کنه، درد دل کنه، این دعا کردن معادل هست با 70 برابر اون دعا. حالا اثراتش چیه، دلیلش چیه، اینها بماند. خب مطالب زیاد داره، شده که از دلایلش این باشه که دعوتی که در حقیقت در آرامش باشه، در خفا باشه، این دعوت بیشتر به دل آدم بشه، بیشتر انسان رو ارتباط بده معنوی هم با خدا، چون وقتی انسان در جمع قرار میگیره، در انظار دیگران قرار میگیره، بالاخره ریا وارد میشه، مسائل اینچنین وارد میشه، اینکه بالاخره بقیه ببینند و یا مسائل مانند این. ولی دعوتی که دعایی که در حقیقت پنهانی باشه تماما خالی از این مسائل هست، میتونه یکی از دلایلش همین باشه که ما دعایی که تنهایی با خدا انجام میدیم اولا مداومت میشه بر این مطلب، یاد میگیریم که در تنهایی خودمون مشغول دعا باشیم، راز و نیاز با خدا باشیم. دعایی که دیگه در حقیقت این برای کسی غیر از خدا نمیتونه باشه. وقتی که شما در خلوت خودت داری کاری رو انجام میدی، دعایی رو میخونی یا راز و نیازی با خدا داشته باشی، خب این یقینا فقط دیگه، یعنی خیلی بعید میشه که این برای کسی غیر از خدا، کسی غیر از خدا توی این کار شریک قرار بگیره. و این میتونه از اسرار این مطلب باشه. و خداوند هم باید بدونیم که آگاه هست به اون مطلبی که ما داریم در پنهانی در خلوت خودمون باهاش صحبت میکنیم. اینطور نیست که او فقط اون چیزهای آشکار رو ببینه، نه، بلکه در تمام پنهانی های ما هم او همراه ماست. این شب ها، شب های ماه مبارک رمضان، یکی از بهترین فرصت ها هست برای اینکه انسان ارتباط خودش رو با خدا محکم کنه، بتونه در پنهانی های خودش هم، در لحظات تنهایی خودش هم با خدا در حقیقت راز و نیاز و نجوا داشته باشه. امیدواریم که بتونیم از لحظات این ماه مبارک رمضان کمال استفاده رو داشته باشیم. راه ماه امروز رو میبینیم. با تشکر از سالشون بابت برنامه زیباش. حالا بحث این مکتبای دروغین شد، یاد این روایت از حضرت صادق علیه السلام افتادم که حضرت هم به شرق و غرب عالم سفر کنید، هیچ علم صحیحی پیدا نمی‌کنید الا حضرت اشاره کرد به منظر خودشون، الا اون علمی که از اینجا صادر بشه. ما ای که مرید اهل بیت هستیم فقط باید گوش و دلمون رو بسپاریم به روایات و احادیث اهل بیت. مراقب باشید خام این دکون دستگاه‌ها نشید. حالا نوبتمونه که با هم بریم قسمت بعدی برنامه رو ببینیم که مربوط میشه به قسمت مهمان برنامه که نوید بازم زحمتش کشیده. با هم می‌میریم و برمی‌گردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز آمدیم پاساژ القدیر در خدمت یکی از نوکرای باصفای امام حسین، یکی از شاعرای با اخلاص که واقعا شعراشون دل و روح آدم به وجد میاره. محمد آقای قاسمی در خدمتشون هستیم، مزاحمشون شدیم امروز. ماه رمضونه آقای قاسمی، حال و هوا چطوره؟ حال و هوا که ماه رمضون قاعدتا بعدام خوب میشن، یعنی انقدر فضای جامعه، فضای روحانی جامعه عوض میشه که حتی اونایی هم که مثل ما در خونه خدا آبرو ندارن کم کم کشیده میشن به یه سمت و سویی که نتیجهش خوبه. دروغ گفتن ها کمتر میشه، غیبت کردن ها کمتر میشه،
مردم با هم مهربون‌تر میشن، خلقای یه ذره صاف‌تر میشه، همه چیش خوبه دیگه. همین که آدم خودشو ملزوم به این میبینه که بیشتر با خدا باشه، دست و پاشو جمع کنه که هر کاری رو نکنه، قاعدتا خیلی قشنگ‌تره. درست. محمد آقا تو این فضای ماه رمضان بازار کاسبی چجوریه؟ هم فضای بازار هم کاسبی خودت؟ فضای بازار که خب ماه رمضان مخصوصا الان این تو این حالا سالهای اخیر که خورده به فصل گرما، از لحاظ مثلا پر رفت آمد بودن بازار جوری نیست که مثلا شلوغ باشه، خیلی خلوت تره. ولی جالبیش اینجاست که با این که خیلی خیلی از لحاظ مثلا بعد ظاهریش کاسبی کمتر میشه و ضعیفتره، برکتش چندین برابره ماهای دیگه ای ساله. یعنی میشه بگی قشنگ 1000 تومان مثلا درآمدی که شما تو ماه رمضان داری شاید به اندازه 100,000 تومان تو ماهای دیگه برکت میکنه، قشنگ خرج میشه، خوب خرج میشه. الحمدلله برای ما که هر سال شکر خدا ماه رمضان خیلی با برکت بوده، مخصوصا بیشتر به برکت جلسات حالا دعاها و جلسات قرائت قرآن و توسلاتی که بیشتره تو این ماه، خیلی مردم بیشتر راغبن چون تصفیه میشن آدم ها از لحاظ روحی و جسمی، خیلی بیشتر راغبن به سمت معنویات. اینه که برکت هم تو همه چی بیشتر میشه، اینه که حالا من تجربه خودمه. بعد حالا کسی تو مغازه بیاد واقعا این انگشتر عقیقه با چشش بازی میکنه، یه مقدار در مورد این انگشترها حالا بستگی، چون شما بالاخره آدم مذهبی هستید و خیلی از خواص روایی اینا رو هم میدونید، در مورد چند تاشون از مهمتریناشون واسه ما توضیح بدید و ممنون. ببین سنگا که خب یه خودتون الحمدلله اهل عشق و اهل محبتید، میدونید تمام موجودات عالم ولایت امیرالمومنین علیه السلام بهشون عرضه شد و خب اونایی که پذیرفتن شدن شیعه، حالا چه سنگ بوده، چه نمیدونم انسان بوده، چه حیوان بوده، چه درخت بوده، اومدن جزو اونایی که ولایت رو پذیرفتن. و خب عقیق هم که مثلا اینقدر حالا بین مردم ازش استقبال میشه، مخصوصا عقیق یمن، به اون روایتی که امام معصوم فرمودن اولین کوهی بود که به ولایت جد ما ایمان آورد، من به عقیده خودم این سنگا حالا با ظاهر این که شاید جاندار نباشن، همین که ولایت اهل بیت رو پذیرفتن تو عالم تکوینی خودشون، اینقدر آثار و برکات دارن. مثلا عقیق باعث اولین چیزی که هست و حضرت فرمودن در دست باشه موج استجابت دعا همراه داره، دفع شر مخصوصا برای سفر دیگه، به حضور شما که مال رزق مخصوصا مثلا عقیق زرد که حالا خیلی توصیه شده، و حالا از کاری که مخصوص خودشه مثلا فیروزه نیشابور که خب به برکت قدوم مبارک امام رضا علیه السلام از همه فیروزه های دنیا سر شده، مخصوصا خیلی مال چشم زخم دفع نظر بد خیلی موثره. بعد روایته که دستی که فیروزه درشه هیچ موقع فقیر نمیشه. یا مثلا حالا یاقوت که باعث فخر و عزت میاره، اینا همه از برکت های گوشه چشم اهل بیته که حالا یه نیم نظری به این سنگا کردن، انقدر اینا با برکت و پر نوره. تجربه ای که من خودم داشتم، چیزی نیست که حالا بخوام مثلا بگم که شعار باشه و شنیدنی باشه، چیزی که من خودم استفاده کردم و تجربه کردم نتیجه داشته برام. به نظر من همش تو فاز محبت اهل بیت دیگه این چیزا. من تو همین بحث من، شما ماه رمضان کربلا رفتید؟ هنوز مشرف نشده. ان شاء الله که مشرف بشید. من دارم خاطره چیزی حالا مجالس تو ماه رمضان، تو فضای ماه رمضان خاطره دارید؟ خاطره که تا دلت بخواد خیلی زیاده، خیلی زیاده. تقریبا 10 ساله که
سربازی بودیم ما، یکی از شبای احیا تو پادگان مجبور شدم که موندم، اصطلاح پست اون شب ما بود. خیلی احیای غریبونه ای داشتیم، 5-6 نفر بیشتر نبودیم که مثلا اون شب احیا گرفتیم، ولی یه حال عجیبی داشت. یه خلوتی کرده بودیم، مناجات حضرت امیر علیه السلام میخوندیم با هم، دعای جوشن رو خوندیم، خیلی صفای قشنگی بود. اون چون ما همیشه مثلا تو این ایام تو شلوغی ها هستیم، معمولا جلسه ها مخصوصا شبای احیا خب خیلی شلوغ میشه، یه چیز طبیعیه که همه میان، حتی اونایی هم که مثلا اعتقادشون ضعیف‌تره تو این شبا دست به دامن اهل بیت میشن، میان در خونه خدا. ولی اون شب برای خودم خیلی عجیب بود. محمد آقا، حالا بیننده‌های عزیز خوب بدونه، این هم اولش هم من گفتم که محمد آقا یکی از شاعرهای خیلی خوب و عالی، من خودم خیلی از شعراشون تو مجلس شنیدم، خدا وکیلی بدون اغراق و تملق دارم میگم واقعا صفا کردم. حالا من دوستم یکی از اون شعرها، حالا هر کدوم از اهل بیت که دوست دارید، یکی از اون شعرها که خودتون خیلی باش صفا میکنید و برای ما، برای بیننده های عزیزمون یعنی بخونید. ما را به عشق روی حسین آفریدند، بهر غلامی در او پروریدند، روز ازل به روی دل بیقرار ما، نقش ظریح دلکش او را کشیدند. چون رفته ایم بر سر بازار عشق او، با قیمت جنون دل ما را خریدند. هر لحظه ای که آمده و رفته بیگمان، دلها به انتظار نگاهش تپیدند. در آستان با جبروت و جلال او، جن و ملک به عرض ارادت رسیده اند. هفت آسمان و عرش معلا و خلد را، از نور یک تبسم او آفریده اند. از ما مثل به مردم دیوانه می زنند، آنان که حال مردم دیوانه دیده اند. بالله دلیل عزت ما نیست غیر از این، ما را برای سینه زدن برگزیدند. با یاد دست و مشک و علم، اهل معرفت ساقی صفت ز هستی خود دل بریدند. با یاد زلف خونی اکبر، فرشتگان لطمه به رخ زدند و گریبان دریدند. رنگین کنند چهره به خون آن جماعتی، که از چوب محمل و سر زینب شنیدند. از سوز و آه فاطمه در قتلگاه عشق، عشاق دل شکسته و قامت خمیدند. سائل فدای گریه کنان عزای او، آنان که از شراره عشقش تفیدند. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. دستون در نخونه قاسمی، بسیار بسیار قشنگ بود، بسیار عالی بود، واقعا بهره بردید. آقای قاسمی، آخرش میخوام شما از طرف همه بیننده های عزیز یه دعا بفرمایید و خداحافظ کنید. دعامون که اول و آخر انشاءالله همین باشه، یعنی ادب و شعورش رو انشاءالله خدا مخصوصا تو این ماه رمضان بیشتر به ما بده، که چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، ایشالله امام زمان علیه السلام که تشریف بیارن همه چی در سایه سار وجود با برکت ایشون هست. اللهم عجل لولی یک المظلوم الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. تشکر میکنم از آقای قاسمی به خاطر وقتی که به ما دادم. حاج آقا دستتون درد نکنه. یا علی مختصر. راه ماه امشب رو پایانه. امشب شب دهم ماه مبارک رمضان، شب وفات خانم حضرت خدیجه سلام الله علیها ام المؤمنین. ان شاء الله فردا تو برنامه مفصل درباره ایشون صحبت میکنیم. ما رو تو عزاداریاتون از یاد نبرید. من نوید پورمرادی و من سید مهدی رضوی آرزوی توفیق روزافزون رو در این ماه براتون داریم. یا علی.